رویای خرید مسکن با وام 20 میلیون تومانی. همراه ما باشید با این بخش خبری از رسانه سبز ایران رسا تا لحظاتی دیگر. مهمترین عناوین خبری: واردات بی‌رویه شیر خشک دامداران را مستاصل کرده است. دولت چاره‌ای جز تشکیل وزارت ورزش و جوانان ندارد. هشدار رئیس فراکسیون روحانیان به احمدی نژاد: مردم رأی خود را پس می‌گیرند. و شرکت‌های واسطه‌ای خون کارگران وزارت نفت را در شیشه کردند. ویژگی اساسی جنبش تکثر و تنوع. ما به محض تکثر اعتقاد بنیادی داریم. یک عده از افراد هستند که دارن به نحوی که تمایل دارن در مردم حکومت میکنن، چون در اساس قانون حرکت نمی کنن و قانون در واقع بازیچه و ملعبه دست شده. با این وضعیت اقتصادی که پول در اختیارشون قرار بگیره هر جوری که خواستن صرف کنن، اگر موفق نشدن نشان دهنده این هستش که جنبش وجود داره. به نوبه خودمون آماده پذیرش کلیه نخواه هستیم. عرض سلام و شب بخیر داریم خدمت شما بینندگان محترم رسا. با اخبار یک شنبه 18 اردیبهشت ماه در خدمت شما هستیم. من هم وقت بخیر میگم به همه شما عزیزان و امیدوارم که تا پایان این بخش خبری ما رو همراهی کنید. خبر امشب رو با خبری در ارتباط با وام‌های مسکن آغاز میکنیم. نماینده مجلس از رویای خرید مسکن با وام 20 میلیون تومانی سخن گفت. عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه مبلغ 20 میلیون تومان رقم مناسبی برای تسهیلات خرید مسکن نیست افزود، قیمت یک مسکن 100 متری در تهران دست کم 100 میلیون تومان ارزش دارد و 20 میلیون تومان تسهیلات نمیتواند تامین کننده منابع مالی برای خرید مسکن باشد. لاهوتی تصریح کرد دولت باید با برنامه ریزی مناسب میزان تسهیلات خرید مسکن را افزایش دهد. وی همچنین تأکید کرد طرح مسکن مهر نمیتواند قیمت مسکن در کشور را کاهش دهد و پافشاری دولت برای کنترل بازار مسکن بیشتر موجب افزایش قیمت آن شده است. دولت چاره‌ای جز تشکیل وزارت ورزش و جوانان ندارد. عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با ابراز بی اطلاعی از دلایل تأخیر رئیس دولت در تشکیل وزارتخانه ورزش اظهار کرده دولت چاره‌ای جز اجرای قانون ندارد. امیر طاهرخانی در گفتگو با خبرنگار خانه ملت در تشریح تذکر کتبی خود به رئیس دولت مبنی بر تصریح در امر معرفی وزیر ورزش و جوانان گفته که تشکیل وزارت ورزش و جوانان مصوبه مجلس و قانون است و توسط شورای نگهبانی تایید شده، بنابراین باید هرچه سریع‌تر اجرایی شود. وی در خصوص ادعای احمدی نژاد مبنی بر وجود ابهامات قانونی برای تشکیل این وزارتخانه گفت ابهامات قانونی آن را باید مجلس تشخیص دهد و اگر برای دولت ابهامی وجود دارد باید در این 3 ماه که از مصوبه مجلس می‌گذشت تلاش می‌کرد تا ابهامات را رفع کند. هرچند ما معتقدیم ابهامی در این خصوص وجود ندارد و این ابهامات مربوط به دیدگاه آقای احمدی نژاد است. رئیس فراکسیون روحانیان مجلس به احمدی نژاد هشدار داد: مردم رأی خود را پس می‌گیرند.
در ادامه واکنش ها نسبت به سرپیچی احمدی نژاد از حکم حکومتی، رئیس فراکسیون روحانیان مجلس گفت مردم رأی خود را از کسی که از ولی فقیه اطاعت نکند پس میگیرند. محمد تقی رهبر، رئیس فراکسیون روحانیان مجلس، در گفتگو با خبرگزاری وابسته به سپاه فارس گفت ولایت پذیری در نظام اسلامی ما دارای جایگاه ویژه‌ای است و در واقع رمز مشروعیت نظام و نهادهای نظام است. واردات بی‌رویه شیر خشک دامداران را مستعجل کرده است. نماینده مردم گرگان و آقلا در مجلس با بیان اینکه کارخانجات به جای استفاده از شیر تولید شده دامداران روی به خرید شیر خشک آوردند گفت دامداران دیگر برای تولید انگیزه‌ای ندارند. عبدالحسین ناصری در گفتگو با خانه ملت اظهار داشته وقتی شیر خشک با قیمت بسیار ارزان و بیش از حد وارد کشور می شود، کارخانجات تولید شیر و لبنیات به خرید شیر خشک روی می آورند و وقتی کارخانجات هم با خرید شیر خشک بی نیاز شوند، شیر تولید شده از سوی دامداران بی استفاده می ماند و این موضوع بدهکاری و ورشکستگی دامداران را در پی دارد. شرکت‌های واسطه‌ای خون کارگران وزارت نفت را در شیشه کردند. نماینده مردم بندر ماهشهر با بیان اینکه شرکت‌های واسطه‌ای بیشتر حقوق کارگران را تصاحب می‌کنند، گفت کارگران دیگر طاقت این همه مشکلات مالی را ندارند و می‌خواهند که به حقشان برسند. خلیل حیات مقدم در گفتگو با خبرنگار خانه ملت با بیان اینکه کارگران کشور به ویژه کارگران وزارت نفت جزو قشر محروم جامعه هستند افزود این کارگران با حقوق کمی که در ماه میگیرند نمیتوانند زندگی خود را اداره کنند. وی درباره شرکت‌های واسطه‌ای تصریح کرد این نوع شرکت‌ها نقش واسطه و دلال بین سیستم اداری و کارگران خدماتی را دارند و وجود این شرکت‌ها باعث ظلم به حق افراد است. هزاران کارگر مجتمع پتروشیمی ماهشهر اعتصاب بزرگی را برای حذف پیمانکاران واسطه، لغو سیستم قراردادهای موقت، عقد قراردادهای مستقیم و دست جمعی با کارفرمای اصلی، پرداخت مطالبات معوقه و افزایش دستمزدها را انجام دادند. این در حالی است که تلاش و کمک به اجرایی شدن بخشنامه دولت در زمینه حذف شرکت‌های پیمانکاری از بدنه سازمان‌ها و ادارات دولتی می‌تواند از اولویت‌های سال 1390 باشد، چرا که رفع دغدغه‌های شغلی زمینه‌های انگیزشی برای تلاش بیشتر و بروز خلاقیت را به طور جدی گسترش می‌دهد. در این بخش با اخبار کوتاه همراه شما هستیم. مادران صلح کردستان به مناسبت اعدام 5 زندانی سیاسی بیانیه صادر کردند. در آستانه اولین سالگرد اعدام فرزاد کمانگر، معلم زندانی کرد و همچنین 4 زندانی سیاسی دیگر، تشکل مدنی مادران صلح کردستان با صدور بیانیه اعتراضی گفتند اولین خواسته ما از مردم کردستان و ایران این است که روز 19 اردیبهشت را به روز ایستادگی در برابر ستم و ترور دولتی تبدیل کنند. به گزارش تارنمای این تشکل مدنی، مادران صلح در این بیانیه خواستار برگزاری اعتصابی در 19 اردیبهشت به مناسبت سالگرد اعدام 5 زندانی سیاسی فوق‌الذکر شدند. حسین رونقی ملکی، وبلاگ نویس زندانی، به بهداری زندان اوین معتقد شد. حسین رونقی ملکی، وبلاگ نویس زندانی، که بر اثر ناراحتی کلیه در روز 4 اردیبهشت ماه و در بیمارستان هاشمی نژاد تهران مورد عمل جراحی قرار گرفته بود، روز گذشته ساعت 12 ظهر به بهداری زندان اوین منتقل شد. بنابر گزارش منابع حقوق بشری، ماموران امنیتی در حین انتقال او به بیمارستان و در طول درمان پس از عمل جراحی
از دستبند و پابند برای نگهداری این زندانی استفاده کردند و در این بین با تهدید شخص او، پزشک و خانواده‌اش موجب اعلام اعتصاب قضای این زندانی در اعتراض به برخوردها و رفتارهای ماموران امنیتی شدند. از وضعیت هادی کیکاووسی روزنامه‌نگار خبری در دست نیست. با گذشت یک ماه از دستگیری هادی کیکاووسی، روزنامه‌نگار، نویسنده و فعال ستاد شهروند آزاد مهدی کروبی و هجوم ماموران امنیتی به منزل پدری وی در بندر عباس، وضعیت این فعال مطبوعاتی همچنان در بلا تکلیفه و بی اطلاعی به سر می‌برد. وی در دادگاه تجدید نظر از اتهام نشر اکاذیب به منظور تشویش اذهان عمومی تبرئه و به 3 سال حبس قطعی محکوم شد. وجیه الله میرزا گلپور به بند محکومین به اعدام منتقل شد. وجیه الله میرزا گلپور شهروند بهایی که در روز 13 اردیبهشت ماه به جهت تحقیر و اخذ اعتراف اجباری با پابند در سطح شهر تونکابون چرخانده شده بود، به بند محکومین به اعدام منتقل شده است. به گزارش رهانا، علی‌رغم خبر یک وبسایت مبنی بر انتقال ایشان به سلول انفرادی، خانواده گلپور ضمن تکذیب این خبر اعلام کردند که وجیه الله میرزا گلپور در ملاقات حضوری خود با همسر و فرزندانش عنوان کرده است که در بند اعدامی ها به سر می برد. 200 کنشگر سیاسی و اجتماعی به بازداشت علیرضا رجایی اعتراض کردند. بیش از 200 فعال سیاسی و کنشگر مدنی بیانیه‌ای در اعتراض به بازداشت دکتر علیرضا رجایی امضا کردند. به گزارش جرس در این بیانیه آمده است بازداشت و زندانی کردن اندیشمندان، هنرمندان و شخصیت‌های ملی بیش از آن که نماد اقتدار و توانایی دستگاه‌های امنیتی باشد، نشانه نگرانی آنها نسبت به گسترش دامنه بحرانی است که این روزها دامنگیر دولت اقتدارگرا شده است. عبدالله رمضان‌زاده با فشار بازجویان از داخل زندان اجباراً بازنشسته شد. بنابر اظهارات برخی از اساتید دانشکده حقوق دانشگاه تهران، عبدالله رمضان‌زاده استاد این دانشکده که همکنون در زندان به سر می‌برد، مدتی قبل و با فشار بازجویان و موافقت ریاست دانشگاه تهران خود را اجباراً بازنشسته نموده است. این در حالی است که وی تنها با 14 سال سابقه کاری بازنشسته شده است. موج حمایت دانشجویان دانشگاه‌های سراسر کشور از حرکت اعتراضی 25 اردیبهشت در حال افزایش است. در تداوم اعلام حمایت‌های دانشجویان سبز دانشگاه‌های کشور از فراخوان فعالان دانشجوی دانشگاه تهران و امیرکبیر برای برگزاری اعتصاب سراسری و اعتراض همزمان در روز 25 اردیبهشت، دانشجویان سبز دانشگاه علامه بهشتی، علم و صنعت و هنر تهران نیز طی بیانیه‌های جداگانه به این حرکت اعتراضی پیوستند و از حضور خود در این اعتصاب خبر دادند. به گزارش صفحه فیسبوک 25 اردیبهشت، طی روزهای اخیر 15 دانشگاه دیگر کشور نیز در مورد برگزاری اعتصاب و تجمعات اعتراضی 25 اردیبهشت در دانشگاه‌های خود اعلام آمادگی و حضور کرده بودند. روزهای اعتراضی تاج‌زاده در زندان ادامه دارد. به گزارش تحول سبز، پس از انتقال مصطفی تاج‌زاده به قرنطینه، حق ملاقات منظم و هفتگی و همچنین امکان تماس تلفنی او قطع شده است. همچنین با گذشت نزدیک به 5 ماه از توصیه پزشکان زندان مبنی بر ضرورت انجام MRI هنوز اجازه این امر صادر نشده است. بر اساس این گزارش، فشارهای وارده بر این فعال سیاسی به حدی است که وی با وجود بیماری و مشکلات جسمی خود اعلام کرده است. از آذر ماه سال گذشته در اعتراض به این گونه برخوردهای غیرقانونی دست به روزه اعتراضی زده است و تا زمانی که از حقوق قانونی خود برخوردار نشود، به روزه‌داری ادامه خواهد داد. برخی از پزشکان هم زیر خط فقر زندگی می‌کنند. رئیس جامعه جراحان گفت تعرفه‌های پزشکی با هیچ معیاری مطابقت ندارد. سازمان‌های بیمه‌گر هم به تعهدات خود در مقابل پزشکان عمل نمی‌کنند. به گزارش ایسنا، دکتر ایرج فاضل تأکید کرده متأسفانه باید به این نکته اشاره کنم که برخی از پزشکان
پزشکان زیر خط فقر زندگی می‌کنند که این مسئله از نحوه تعیین تعرفه‌های پزشکی و تأخیر بیمه‌ها در پرداخت مطالبات پزشکان نشأت می‌گیرد. تانک‌های ارتش سوریه شهر بانیاس را اشغال کردند. به گفته مخالفان، تانک‌های ارتش سوریه صبح روز شنبه خیابان‌های شهر بانیاس را اشغال کردند. به گزارش رسانه‌ها، فعالان حقوق بشر می‌گویند در جریان تظاهرات روز جمعه در این شهر، نیروهای امنیتی سوریه 26 معترض را کشتند. به گفته شاهدان عینی، مخالفان از نخستین ساعات روز تلاش می‌کردند تا با ایجاد زنجیره انسانی جلوی پیشروی تانک‌ها را بگیرند. معترضان خواستار برکناری بشار اسد، رئیس جمهوری این کشور هستند. و در ادامه، خواهرخوانده شدن دانشگاه تهران و یک دانشگاه کره شمالی، نگرانی درباره آینده دریاچه ارومیه، فعال شدن گشت ارشاد در نمایشگاه کتاب، راه اندازی غرفه مجازی آثار شهید بهشتی و ادامه فشارها بر آرش صقر، فعال اهل تصنف. ویژگی اساسی جنبش تکثر و تنوع. ما به بحث تکثر اعتقاد بنیادی داریم. یک عده از افراد هستن که دارن به نحوی که تمایل دارن در مردم حکومت میکنن، چون در اساس قانون حرکت نمیکنن و قانون در واقع بازیچه و ملعبه دست شده. با این وضعیت اقتصادی که پول در اختیارشون قرار بگیره هر جوری که خواستن صرف کنن، اگر موفق نشدن نشان دهنده این هستش که جنبش وجود داره. به نوبه خودمون آماده پذیرش کلیه نخواه هستیم. دانشگاه تهران و دانشگاه کره شمالی خواهرخوانده می شوند. سفیر تامل اختیار جمهوری دموکراتیک خلق کره شمالی در دیدار با رئیس دانشگاه تهران خواهان خواهرخواندگی دانشگاه تهران و دانشگاه کیم ایل سونگ شده است. خبرگزاری مهر گزارش داده است که سفیر کره شمالی در ایران با اشاره به اینکه دانشگاه کیم ایل سونگ دانشگاه مادر در کره شمالی افزوده، همکاری علمی بین دو کشور موجب گسترش همکاری در بخش‌های دیگر خواهد شد. وی همچنین خواستار تبادل تجارب بین دو کشور از طریق همکاری‌های دانشگاهی شد. به گزارش دانشجو نیوز، سفیر کره شمالی در ایران پیش از این گفته بود توسعه روابط همه‌جانبه ایران و کره شمالی گامی بزرگ برای مقابله با تحریم‌های آمریکا و ابرقدرت‌های غرب است. گشت ارشاد در نمایشگاه کتاب فعال شد. پس از گذشت 3 روز از نمایشگاه کتاب تهران، گشت ارشاد در نمایشگاه فعال شد. به گزارش خبر آنلاین، رئیس 24مین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران روز شنبه با اعلام نارضایتی از وضعیت حجاب در نمایشگاه تصریح کرده بود برخی افراد ناآگاه با پوشش بد مردم را به نمایشگاه بدبین می‌کنند. بهمن دونری در پاسخ به سوالی در مورد گشت ارشاد در نمایشگاه کتاب و همچنین ارزیابیش از وضعیت رعایت حجاب در این دوره از نمایشگاه کتاب گفته بود از مسئله پوشش در نمایشگاه راضی نیستم. البته از همه کسانی که با رعایت عفاف و حجاب در نمایشگاه حاضر شدند تشکر میکنم. وی تأکید کرده بود اینجا محل عروسی یا بزم نیست که عده‌ای با آرایش‌های وحشتناک حضور داشته باشند که من هم از دیدن آنها شرم دارم. تعداد معدودی از بازدید کنندگان با وضعیت نامناسبی در نمایشگاه حاضر شدند که شخصا راضی نیستم و نباید هم راضی باشم. تا 5 سال آینده اثری از دریاچه ارومیه نخواهد ماند. دریاچه ارومیه به عنوان بزرگترین دریاچه ایران و دومین دریاچه شور دنیا
به دلایل متعددی در حال نابودی است. فارس گزارش داده افزایش میزان شوری آب دریاچه و رسیدن آن به حد فوق اشباع سبب مرگ و میر پرندگان و اختلال در تردد شناورهای دریایی و پدیدار شدن زمین‌های شورزار حداقل به میزان 150 هزار هکتار و چسبیده شدن جزایر نهگانی پارک ملی که محل زاد و ولد گونه‌های مهم پرندگان مهاجر محسوب می‌شوند شده است. با ادامه این روند شاهد کویری شدن منطقه، شور شدن خاک، خشکیدن قنات‌ها و از بین رفتن کشاورزی و دامداری در منطقه و نهایتاً از بین رفتن حیات و توسعه در سرزمین آذربایجان غربی و شرقی خواهیم بود. با ادامه این وضعیت هم جاذبه‌های این دریاچه از بین خواهد رفت و هم تأثیرات منفی بر گردشگری استان خواهد گذاشت. غرفه مجازی آثار شهید بهشتی راه اندازی شد. به مناسبت دومین سال ممنوعیت حضور آثار شهید بهشتی در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، گروهی از بستگان و علاقمندان آن مرحوم با راه اندازی بخش آنلاین و مجازی امکان دسترسی به آثار وی را فراهم ساختند. به گزارش سایت این غرفه مجازی، در بیانیه‌ای که به همین منظور منتشر شده و نام آن جمعی از هبوط یافتگان در بهشت نام گرفته، خاطر نشان شده است در دومین سال پیاپی از عدم صدور مجوز برای بنیاد نشر آثار و اندیشه های بهشتی، پوزش میخوام شهید بهشتی، جهت حضور در نمایشگاه کتاب تهران و به جهت آگاهی بخشی و به علاقمندان این شهید و در مقابله با خط منحرفی که علم علم ستیزی و روحانیت ستیزی افراشته و شاعبه اسلام ستیزیش هر روز بیشتر میشود، بران شدیم جلوه هایی از آثار سید و شهدای ایران را در تارنمایی تحت عنوان سیب بهشتی عرضه داریم. در ادامه آمده است: بهشتی ما هم مجاهد است و هم عالم، پس دو دشمن خواهد داشت، عده‌ای که قصد ریختن خونش را کردند و عده‌ای که قصد شکستن قلمش را دارند. فشارها بر آرش سقر، زندانی سیاسی اهل تسنن، ادامه دارد. آرش سقر، یکی از اعضای ارشد ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی در مناطق سنی نشین کشور، از اول آذر ماه 88 بدون حق مرخصی و دسترسی به تلفن و ملاقات حضوری در زندان به سر می‌برد. به گزارش جرس، این فعال سیاسی ترکمن ابتدا بدون هیچ مدرکی به جاسوسی برای ترکمنستان متهم و بعد از آن تبرئه و به 5 سال حبس تعزیری و محرومیت 5 ساله از همه فعالیت‌های مطبوعاتی و سیاسی محکوم شد. آرش سقر نه تنها از حقوق اولیه خود در زندان محروم مانده، بلکه خانواده وی تحت فشار هستند تا در خصوص شرایط نامناسب او اطلاع رسانی نکنند. چندی پیش آزاده قرنجیک، همسر آرش سقر، در نامه‌ای به رهبری که تاکنون بی‌پاسخ مانده با اشاره به ظلمی که به آنها رفته است نوشته بود: بنده اکثر مطالب مربوط به خاطرات زندانی بودن شما به خاطر فعالیت‌های عقیدتی و سیاسی در دوران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی را مطالعه کردم، اما هر چه گشتم کمتر دیدم که این چنین همسر و فرزندان شما را در تنگنای معیشتی و معاشرتی قرار داده باشند. در ارتباط با خودداری دولت از اجرای مصوبه مجلس در مورد تشکیل وزارت ورزش و جوانان، گفتگویی انجام دادیم با جمشید اسدی، اقتصاددان و استاد دانشگاه، که با هم میشنویم. تصویب قانون تشکیل وزارت ورزش به این معنیه که مجلس از این به بعد سازمان تربیت بدنی ایران رو که جز معاونت‌های ریاست جمهوری محسوب میشه به رسمیت نمیشناسه. به نظر شما در چنین شرایطی آیا سازمان تربیت بدنی حق داره که مثل گذشته به استفاده از بودجه سالیانه دولت بپردازه؟ ببینید، این مسئله رو به عنوان آینه آنچی که از آغاز زمانداری آقای احمدی نژاد اتفاق افتاد باید در نظر گرفت. خاطر بینندگان و شنوندگان عزیز هست که وقتی آقای احمدی نژاد زماندار امور شدند، با پشتیبانی مقام معظم رهبری
تقریبا تمام نهادهای مستقل از دولت رو که بودجهشون جزء بودجه دولتی نبود یا اگر بود استقلالی از دولت داشتن به زیر فرمان دولت آورد که قوه مجریه در حقیقت کنترل همه اینها رو داشته باشه. مثال ها در این مورد فراوانند، از سازمان برنامه گرفته تا شورای پول و اعتبار و خیلی از زمینه های دیگه. در خیلی از زمینه ها کنترل رو به عهده استانداران کشور گذاشت که آنها نیز زیر قدرت او بودند. الان بعد از تغییر تحولات و کشمکش هایی که در درون اصولگرایان به وقوع پیوسته است، میبینید که همه اینا رو امروز به زیر سوال میاره. همین مجلسی که اعتراض کرده بود اما رأی داده بود، حالا دوباره یادش افتاده است که گویا اون بحثای ما بی نتیجه نبوده، بی خود نبوده و ما باید دوباره برگرد. در مورد بودجه گفتن بعضی تخلفات صورت گرفته. در مورد یارانه ها اعتراض کردن که چرا سهم صنایع رو میخوان بدن به خانوارها. مسئله وزارت ورزش هم باید در این ارتباط دید که تمام اختیاراتی رو که در مورد جوانان و سازمان تربیت بدنی دولت داره با نهادهایی که خارج از پاسخگویی به مجلس هستن، اینا رو میخواد تبدیل به وزارتخانه بکنه که مجبور به پاسخگویی به مجلس باشن و مجلس این مرتبه از اهرم خودش استفاده بکنه، فشار بگذارد بر آن اصولگرایانی که قدرت اجرایی رو به ریاست آقای احمدی نژاد در دست دارن و مسئله رقابت رو حل بکنن. من فکر میکنم اینها رو باید در زاویه همین تحسن نشستن آقای احمدی نژاد و اختلاف فزایندهی که پیدا شده از بین اصولگرایان بگیشه بین آقای احمدی نژاد و همین مقام معظم رهبری که به روشنی گفتند کودتا نشده است و گفتند آقای احمدی نژاد رئیس جمهور است و گفتند بحث انتخابات دیگر خاتمه یافته است، امروز دارن از مجلس استفاده میکنن برای فشار گذاشتن بر رئیس جمهور عزیز کرده خیش. در حالی که در گذشته یکی از معاونای محمود احمدی نژاد گفته بود که آقای احمدی نژاد در توضیح دلایل مخالفتش با وزارت ورزش و جوانان نامه‌ای به رهبر نوشته، اما اخیراً همین معاون گفته که دولت قصد اجرای مصوبه مجلس رو داره و نامه به رهبری دیگه موضوعیتی نداره. شما فکر می‌کنید دلیل این چرخش در موضع دولت چی می‌تونه باشه؟ باید منتظر بود یا دید این چرخش است یا یک مانور است. چرخش یعنی این که اصولگرایانی که به رهبری آقای احمدی نژاد هستن، البته ایشون هیچگاه رهبر نبودن و یکی از چهره های اصولگرایان پاسداری هستن که به طور دیگری میخوان کشور اداره بکنن، امروز با ولی فقیه در تضاد هستن. میفرمایید چرخش، اگر چرخش باشه یعنی پذیرفتن ریاست ولی فقیه در همه زمینه ها. من فکر نمی کنم چنین باشه. این یک مانوری است برای یافتن فرصت و دوباره سر را از زیر آب درآوردن و قدرت را در دست گرفتن. به یاد داشته باشید که وقتی آقای احمدی نژاد از تحسن چندین روزه خود در مورد وزیر اطلاعات بیرون آمدند، گفتند به طور علنی که اختلافی بین ما و رهبری نیست. خب اینا مانورایی است که میدن برای اینکه یک مقداری فشار از خودشون کم بکنن و خط خودشون رو پیش ببرن. اما آنچه که مشخص است این دو جناح از اصولگرایان در مورد مسائل عمده‌ای نمیتونن با هم موافقت داشته باشن. حل مسئله اینها تنها با زور، آن کسی که زورش بر دیگری بچربد حل خواهد شد. این حرفایی که به باور من امروز آقای احمدی نژاد با همیاران ایشون میزنن، بیشتر از این که اثر تسلیم در برابر ولی فقیه باشه، نوعی مانوره و این جناح نمیتواند رهبری ولایت فقیه رو در امور مملکت داری بپذیرد. حالا در بعضی جاها باید مانورهایی بدهد، امری دیگر است. متشکرم از اینکه وقتتون رو در اختیار ما گذاشتین. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنونیم که تا این ساعت همراه رسا بودید. تا شبی دیگر و دیداری دیگر با شما، خدا نگهدار. در دنباله برنامه میتونید تفسیر خبر رسا رو ببینید. تا فردا شب خدا نگهدارتون.